بینندگان خوب تلویزیون پارس، عسل پهلوان هستم و دقایقی رو با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید سلامت باشید و پایدار. بینندگان عزیز، در این چند روزه صحبت مسابقه فوتبال، صحبت از حکم که برای حسین حسینی صادر کردند و مشکلات گشت ارشاد با زنان، مسئله مهم روز در ایران بود. حالا سوای داستان جنگ و بازیای جنگ و فیلم و نمایش و نمایش جمهوری اسلامی که مطمئناً در برنامه‌های دیگر مفصلاً در این زمینه صحبت می‌کنند، ولی آنچه که من در این چند روزه دارم می‌بینم و مسئله‌ای که خیلی الان در فضای مجازی هم صحبتشه و خیلی هم صحبتش رو می‌کنن، مسئله دخترانی که، یعنی کلن اینی که خب جیمی جام در استودیوها وجود داره، میپرن وسط زمین بازی، حالا هر کی به هر صورتیه، و خب در ایران هم همچه اتفاقی افتاده. دخترانی که امروز تقریبا آزادشون کردن برای دید رفتن به مسابقات فوتبال، که شما میدونید که خیلی هم ما هزینه در این زمینه دادیم، هرچند که قبل از سال 1357 زنان و مردان به طور مساوی در استادیوم‌های ورزشی شرکت می‌کردند، هیچ مشکلی نبود، هیچ دردسری نداشت. من خودم بچه بودم، همونطور که بارها در این زمینه صحبت کردم، برای تیم تاج می‌رفتم به مسابقات و خیلی هم دوست داشتم. بعد از انقلاب شوم 1357 ممنوع کردن زنان در استادیوم‌های ورزشی، همه شما یادتونه سحر خدایارو که دختر آبی نام گرفت، خودش رو آتش زد. او رو در بعد استادیوم که رفته بود گرفته بودنش و آزادش کرده بودن، یه دادگاهی براش تشکیل دادن که گفتن در این دادگاه ممکنه تو یه حکم سنگینی بهت بدن، که خودش رو آتش میزنه و دختر آبی نام گرفت. بعدها به مراتب حالا آمدن اصلاحاتی رو به وجود آوردن، بخوان مردم رو یک جورایی سرگرم کنن، گفتن باشه میتونید برید به استادیوم های ورزشی. حضور زنان در استادیوم های ورزشی پا گرفت. هنوز البته اون صورت مساوی وجود نداره، یک جای خیلی کمی رو به زنان دادن که برن به استادیوم ورزشی. همین آقای حسین حسینی که کاپیتان تیم هستش، بعد از یک مسابقه سنگین که بازی تموم میشه، خب بذارید نشونتون بدم، چرا توضیح بدم، نگاه کنید. اینجا ایشون بغل کرده، یه اتفاق میفته، ایشون بغلش میکنه، حسین حسینی بغل میکنه، صداش هم بگذار. حالا این پاسدارا میان و میپرن به حسین حسینی و اینکه بهش اعتراض میکنه، حسین حسینی باشون درگیر میشه. مردم ببینید چی میگه. مردم با پرت کردن و اینکه بی شرف به نیروی انتظامی که همونجا جلوی حسین حسینی رو میگیره و بهش اعتراض میکنه و باهاش بد رفتاری برخورد میکنن، اونایی که در تیم فوتبالش بودن یا در بگین
جزو اونها بودن یه مقدار درگیری با نیروی انتظامی به وجود میاد که ردشون میکنن میره. این داستان اینجا خط پیدا نمیکنه. آقای حسین حسینی بعدش میاد، البته بذارید یه پرانتز دیگه باز کنم، یه مسابقه دیگه هم این اتفاق میفته که اینم با هم نگاه میکنیم ویدیو بعدیه. بله، این اتفاق که پیش میاد، خب آقای حسین حسینی هم یه دفعه تو یک عمل انجام شده قرار میگیره و از اونجایی که این جمهوری اسلامی مغزش خرابه، همونجا خیر آقای حسینی رو میگیرن، در همون مسابقه همونجاست. نگاه کنید، یه حواشی آخر بازی حالا خواسته یا ناخواسته به وجود اومد، صحبت رو خب بالاخره خیلی ناخواسته بود به نظرم و برای من بازیکنی که بعد از 100 دقیقه بازی کردن زیر اون فشار و استرس هستم، نمیتونم که جیمی جامپ رو کنترل کنم. حالا بالاخره جیمی جامپ، حالا خانم یا آقا سمت من اومدم و فکر کنم خیلی ناخواسته اون اتفاق افتاد و منظور خاصی هم نداشتیم، همین دیگه. چی بگیم؟ بله، دیدید که به چه صورته. مملکتی که اونی که زمین میدوزه، پول مردم رو میخوره، میکننش نماینده مجلس، حسین حسینی رو به خاطر اینکه یه دختری آمده و بغل کرده، طرفدار بوده، اصلا هیچی نبوده، دادگاهش میکنن. داستان هم جز تموم نمیشه، کمیته انضباطی به وجود میاد، میبرنش، میارنش، اذیتش میکنن، خلاصه آخرم جریمش میکنن، جریمه نقدیش میکنن و 300 میلیون تومان آقای حسینی رو به خاطر این بغل جریمش میکنن. انیسه خزعلی که من بارها براتون ویدیوش نشون دادم، انیسه خزعلی معاون رئیسی قسمت زنان و از اینجور حرفا، انیسه خزعلی در همین هفته گفته که در نامه‌ای به وزیر ورزش متذکر شدم، اینو خودش میگه در یک مصاحبه که داشته، در نامه‌ای به وزیر ورزش متذکر شدم که مسئولان ورزش باید پاسخگوی عدم رعایت قوانین و دستورالعمل‌ها در ارتباط با ورود زنان به ورزشگاه باشند. ضرورت دارد به سرعت در مورد عاملان نقض مقرراتی که هنجارهای جامعه رو خدشه‌دار می‌سازد اعمال قانون شود. ببینم، دوزیا و قارتا و اذیت و آزارا، اینا این هنجار جامعه و یه حکمی هم هست به این اسم و که یه چند سال حکم هم براش میتونن صادر کنن به خاطر هنجارهای اجتماعی و هنجارهای از اینجور حرفا، که این حکمی خود جمهوری اسلامی این جمله رو به وجود آورده. اینا هیچی خدشه‌دار نمی کنه خزعلی، انیسه خزعلی، و که یکی از عاملینی که امروز این جریانات طرح نور و دستگیری ها هستش همین انیسه خزعلیه، یکی از عاملینشه. در صورت بازم اینو باید اضافه کنم در همین مورد که واقعا افرادی هستند که میان و حمایت میکنن و در همین روال یک ورزشکار دیگه، امیر حسین صادقی، میاد و ببینید که چگونه از حسین حسینی دفاع میکنه. نگاه کنید. من اصلا یه چیز دیروز شنیدم، یعنی واقعا افتخار کردم به گلر تیمم، به سید حسین حسینی که گرونترین بغل تاریخ فوتبال دنیا رو رقم زد، 300 میلیون تومان مفت چنگش، آرزوی یه هوادار رو برآورده کرد. دمش هم گرم. این بچه
آدمای بزرگ دل بزرگ میخوان، پول بزرگ نمیخوان. سید حسین حسینی نشون داد که دلش برای هوادار میتپه و گرونترین عارف کنه تو فوتبال که نه، کلا تو دنیا بگم گرونترین بغل دنیا بود درسته، 300 میلیون تومان. حالا اینکه لطف کردن تعلیقش کردن جای شوکش باقیه. بله همین البته اظهارات ایشون آقای صادقی باعث میشه که ایشونم احضارش کنن و حالا بخوان اذیت و آزارش کنن. جامعه ایران یک جامعه که خیلی ورزش دوسته، مخصوصا در مورد فوتبال خیلی حساسیت داره و جمهوری اسلامی هم اینو خوب میدونه. به هر صورتی افرادی که شما علی دایی رو میبینید، از این ور علی کریمی رو میبینید، حسن روشن رو میبینید، پروین و علی پروین رو میبینید، اینا ببینید اینا کسانی هستن که یه عده عاشقشونن، دوستشون دارن، بازیشون رو دوست دارن، خودشون رو دوست دارن. اینا شما نمیتونید در مقابل اینها رو بیاین اذیت و آزار بکنید و مردم هیچی سکوت کنن. یکی دیگه از عزیزانی که من دوست داشتم در اینجا ازش صحبت بکنم و او هم جزو کسانیه که البته او هم اسمش حسینیه ولی نام او محمد حسین حسینی است، کسی است که در اعتراضات در اواسط مهر ماه بازداشتش کردن، با قرار وثیقه آزاد شد و ساکن مشهد، بکنم 20 سالشون بیشتر نیست، او هم فوتبالیسته و میبینیم که اونها افرادی هستن مردمی و در کنار مردمن. خیلی ها نگران او بودن، خیلی ها میدونید که خیلی اذیت و آزارش شدن، مورد ضرب و شتم در زندان قرار گرفت و همه نگران حال او بودن. وقتی که با قرار وثیقه ایشون آزاد میشه، این پیام رو برای دوستان و یارانش میفرسته. مجلس مردم شریف ایران، محمد حسین حسینی هستم. خواستم به نام خودم دو موضوع رو خدمت شما عرض کنم. بنده رو در تاریخ 29 که احضار کردم برای ویدیوهایی که وایرال شد در فضای مجازی، استوریایی که گذاشتم، پیج بنده رو بستم همونطور که اطلاع دارید و مثل اینکه برای ملاقات با قاضی گذاشتم واسه من برای حکمی که بخوان صادر کنن مبنی بر ویدیویی که بعد بازی جام ملت‌های آسیا منتشر شد بخوان حکمی رو بر این قضیه صادر کنن. خواستم فقط اطلاع بدم که بنده در صحت سلامت کامل هستم و اینکه امیدوارم همیشه حال دلتون خوب باشه، شما لایق بهترین ها هستید. زنده باد ایران، مخلص. اتهامی که به ایشون دادن اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، همچنین توهین به رهبر جمهوری اسلامی، فعالیت تبلیغی علیه نظام. فقر و جامعه ما. در جامعه امروز ما به گفته خود جمهوری اسلامی 80% در خط فقرن یا زیر خط فقرن و جامعه که با این همه پول و امکاناتی که داره، جامعه که فقرش تقسیم بندی شده. زمانی میگفتن خب سه تا قسمت داشتیم، پولدار، متوسط، فقیر، ولی الان اینطوری ایران نیست. الان متاسفانه ایران ما فقرش به 3 دسته تقسیم شده: فقر مطلق، زیر خط فقر و روی خط فقر، یعنی درست یک مقدار بالای خط فقر که کارگران، معلمین و بازنشستگان هم توی این کاتگوری جامعه هستن، با اعتصاب و اعتراضاتی که این روزها کارگران و بازنشستگان دارن انجام میدن به دلیل فقر و به دلیل مشکلات معیشتی و زندگی روزانه شونه. یک گفتگوی رو من دارم، من اسم ایشون رو اصلا درست نمیدونم چیه، توی گفته هاش میگه فیاض، من نمیدونم ایشون چی کار است، ولی
اون چه که ایشون میگه به نکته بسیار جالبی که اشاره میکنه، دوست داشتم این ویدیو رو با هم ببینیم. از فقر میگه، از ایرانی میگه که این همه پول داره، این همه امکانات داره، ولی جامعهش فقیره. ایرانی که میتونه بهشت سرمایه گذاران بهش نام میده و به دلیلی که ایران از همه چی در دنیا عقبه. گفته هاش جالبه و شنیدنی. دوست داشتم این قسمت رو با هم ببینیم. سعید لیلاز مادرش فوت کرده بود. خب سعیدی کم گریه کرد و نشسته بودیم. برش گفت که فیاض، مردم ایران چقدر پیر شدن. بعد گفتش که بعضی از کشورهای دنیا هستن که مردمش پیرن، مثل لهستان، مثل آلمان. بعضی از کشورهای دنیا هستن مردمش فقیرن، مثل بوکینافاسو، مثل عمق بنگلادش. ولی به ندرت جایی پیدا میشه که مردمش هم فقیرن، هم دارن پیر میشن. و اون یه زمانی خانم در مهمانسراها و هتل‌های تهران جا نبود برای هیئت‌های خارجی. دسته دسته آدم میومد برای سرمایه‌گذاری. ایران هم بهشت سرمایه‌گذاریه، چون ایران در همه شاخص‌ها عقب مونده. در مسکن، در خودرو، در راه، در صنعت هوایی، در گاز، در پتروشیمی، در داروسازی، در هر چیزی که شما بگید ایران قابلیت سرمایه‌گذاری داره. ایران بهشت سرمایه‌گذاریه. اصلاً اینکه یک حکومتی بتونه مردم ایران رو فقیر نگه داره هنره. اصلا باید تو گینه ثبت بشه چطور جمهوری اسلامی ایران رو فقیر کرد. چون این کشور خاکش ثروته، نمکش ثروته، سنگش ثروته. آخه شما مگه میشه جایی از دنیا رو پیدا کنید که همون روز بتونید برید اسکی کنید رو برف، با یک ساعت پرواز، یک ساعت نیم پرواز برید اون سمت تو دریا شنا کنید؟ بله، واقعا هم یه نکته جالبی میگه. میگه هنر فقیر کردن مردم ایران به هنر. و خامنه ای یه جلسه ای بود، مرتیکه میاد به بقیه اینا که دور اطرافش نشستن توضیح میخواد بده که اگر مملکتی ثروت نداره، اگر مردمش مثلا فقیرن، مقصرش اون سردسته ها هستن. مرتیکه خودت مقصری، همه اونایی که اونجا نشستن یک مش دوز دور اطرافشن که پول مردمو خوردن. ببینید چجوری دروغ میگه، نگاه کنید. ویرانی زمین از تنگ دستی مردم زمین حاصل میشه. به او دارن میگن، میگن این سرزمینی که تو داری میری اونجا، اگر مردمش رو توانستی ثروتمند کنی، این زمین سرزمین آباد خواهد شد. اگر مردم رو فقیر نگه داشتی یا فقیر کردی و نتوانستی، این سرزمین هم آباد نخواهد شد، سرزمین هم ویرانه خواهد موند. اهلها، مردم تنگ دست می شوند. تقصیر فرمان روایان، فقر مردم گناه فرمان روایان. به خودش داره اینا رو میگه. این فکر کنم یه دو شخصیتیه. معلومه زمان محمد رضا شاه مردم رو ثروتمند داشتن میکردن، مقصرش هم خودش افرادی بودن که مقصر که نه، کاری که کرده بودن. حالا شما اومدین مردم رو اذیت و آزار کردید، فقیر کردید، خب مقصرش هم چون شما دزدید، چون شما اموال مردم رو خوردید، پولای مردم رو فرستادید به سوریه و لبنان و اسلحه برای تروریستا بخرید و فقط مسئله ای که بودنتون باشین و مال اموال مردم رو بدزدید. نکته دیگری که چون وقت ندارم خیلی نمیخوام صحبت کنم، نقطه سرکوب زنان ایرانه. در همین هفته سرکوب گسترده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده در پلی‌تکنیک. این ویدیو رو میخوای نشون ندیم؟ اوکی، نمیخواد نشون ندیم سپر جان، چون وقت ندارم. در امیرکبیر نیروی در واقع حراست دانشگاه امیرکبیر خیلی بچه ها رو اذیت میکنه، سرکوب میکنه، و همینطور در دانشگاه های دیگری هم هنگام ورود دانشگاه ببینیم الان عکس رو، ورود دانشگاه دانشجو رو بسیار اذیت میکنن و نمیذارن که بچه ها وارد بشن. در همین زمینه دوست داشتم به سخنان شاهزاده رضا پهلوی رو بهش اشاره‌ای بکنم. شاهزاده رضا پهلوی در همین زمینه یک توییتی کردن که دوست داشتم براتون بخونم. دوره جدید لشکرکشی اوباش رژیم زن ستیزی اسلامی به خیابان‌ها برای تحمیل حجاب اجباری به زنان ایران نشانگر هراس، درماندگی، شکنندگی روزافزون این رژیم در سطح داخلی و بین‌المللی است.
جمهوری اسلامی امروز پس از تحریک سیرک انتخابات از سوی اکثریت ایرانیان، افتضاح موشک پراکنی ناموفق به اسرائیل و ناتوانی در دفاع از حریم هوایی کشور و نیز فلاکت اقتصادی ناشی از فساد و بیکفایتی ریشه دار، بیش از پیش نزد مردم ایران و جهانیان منزوی و منفور شده است. هدف رژیم ایران ستیز و رهبر هراسیده آن از این لشکرکشی خیابانی هراس افکندن در قلب زنانی است که با ایستادگی خود در برابر حجاب اجباری هر روز و هر لحظه رژیم را به چالش می کشند و عقب می رانند. دلاوری گردآفریدهای ایران را می ستایم و برای مردان میهنم پیامی دارم. امروز بیش از هر زمان دیگری در کنار خواهران، مادران، دختران، همسران و همه زنان ایران بایستید و از آنان دفاع کنید. آن که در این تجاوز سازمان یافته زنان ایران را می آزارد دشمن است. دشمن شما و دشمن ایران. دفاع از زنان میهنمان یک وظیفه انسانی و ملی است. در این مسیر آنها که به دفاع از زنان ایران برمیخیزند پا جای پای سلسله بلندی از جاوید نامان در درازای تاریخ پرشکوه مان میگذارند. دلاورانی که در برابر متجاوزان ایستادند گارد جاویدان ایران بودند تا خاک و نام ایران جاوید بماند. رضا پهلوی. سخنان رضا پهلوی. با این ویدیو با شما خداحافظی میکنم. با تشکر از سپر عزیزم در اتاق فرمان. نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم، نه به جمهوری اسلامی. فردا اگه کشته شدم به یاد من گریه نکن، گریه تو منو زنده نمیکنه. بس وقت تو بهش گفتم جا بخونه من رد سره الان میخواستن ببرم، افتادم زمین تو وسط خیابون، من جیغ زدم گفتم که ولم کن، ولی نمیدونم چه چی میشه بعدن دوباره. Yeah.